اخباری در رسانه های حکومتی منتشر شده که دولت رئیسی به دنبال خصوصی سازی آموزش و پرورش تحت عنوان مردمی سازی هست. میخواییم ببینیم که موضوع از چه قراره و هدف از خصوصی سازی آموزش و پرورش چیه. همراه میشیم با ایمان نعمت اللهی. سلام به تو ایمان و تشکر میکنم از اینکه امروز وقت گذاشتی و در برنامه با ما همراه هستی. خواهش میکنم. من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان عزیز ایران آزادی در خدمتم. بله ایمان، بیشتر بشنویم ازت درباره این خصوصی سازی به اسم آموزش و پرورش. طرحشون چیه؟ اصلا میخوان چیکار کنن؟ موضوعش چیه؟ بله خدمت شما عرض کنم، قبل از پاسخ به سوالتون نکته بگم. تجربه سالیان تو این حکومت نشون داده وقتی صحبت از خصوصی سازی میشه، در واقع چیزی به جز غارت و چپاول از کیسه مردم رو نباید به ذهن بود. شما نگاه کنید، از کارخونه‌ها تا شرکت‌های بزرگ الان دست چه ارگان‌ها یا افرادی تو این حکومت هست؟ روی هر کدومش دقت کنیم می‌بینیم که دست سپاه تو کاره. از خودروسازی بگیر تا شرکت‌های پتروشیمی و نفت و گاز. الان هم که صحبت از خصوصی سازی آموزش پرورشه، هرچند اینو میان با تیترهای دهان پرکنی مثل مردمی سازی همراه میکنن، ولی هدفشون چیزی به غیر از اون چپاول مردم به دست همین ایادی حکومتی نیست. وضعیت طوریه که حتی روزنامه رسالت با کلیدواژه مردمی سازی از اون پرده برداری و اعلام کرده که دست‌های پنهانی در کار است تا مسیر جامعه ایران و آموزش پرورش اون رو به سمت خصوصی سازی پیش ببره. رژیم برای پیشبرد این این سیاست غارتگرانش و محروم کردن اون دهک‌های پایین جامعه از آموزش رایگان، دست به ساختن یک سری کلیدواژه‌هایی زدن که هدفشون طبعا فریب مردم است. از جمله مثلا میگن اداره مدارس به سبک خودگردان، یا مثلا یارانه‌ای کردن هزینه‌های تحصیلی، یا مثلا واگذاری مدارس به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نام و غیره. لذا در حالی که زمزمه‌های خصوصی سازی آموزش پرورش این روزا با هدف آماده سازی طبعا افکار عمومی و رسانه‌ای داره میشه، این در حالی است که بنابر گزارش بانک جهانی در حد فاصل سالهای 1998 تا 2017 میلادی، بیشترین نرخ خصوصی سازی مدارس مقطع متوسط در جهان مربوط به همین ایران تحت حاکمیت نحس ولایت فقیه بوده. بله. البته پیش از این هم فردی به اسم رضا امیدی که پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی در داخل همین حکومت آخوندی است، هشدار داده بود که در حال حاضر و در ایران مدارس از یک نهاد آموزشی در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی هستن و از اینجا میشه عمق فاجعه رو فهمید. خب به نظرت ایمان، این خصوصی سازی، من این طرحی که الان به اصطلاح این دولت رئیسی میخواد اجرا کنه درباره فرهنگیان و مدارس، چه تأثیری میتونه داشته باشه روی وضعیت آموزش و پرورش؟ بله، نکته قابل توجه اینه که حکومت آخوندی در این تبدیل سازی آموزش پرورش و مدارس به همون بنگاه اقتصادی، خودش الان داره اصلی ترین نقش رو ایفا میکنه و یکی از نمودهای این سیاست مخرب کاهش بودجه آموزش پرورش در سالهای اخیر بوده، به نحوی که سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولت‌ها توی این رژیم همواره بین 9-11% بوده. قبلا هم ابراهیم سرخیز که معاون سابق آموزش و پرورش رژیم بود، گفته بود که شاید بجز افغانستان کشور دیگه در دنیا وجود نداشته باشه که سهم آموزش در بودجه دولتیش به این میزان در اون کم در نظر گرفته شده باشه. همین الان هم شما به وضعیت مدارس نگاه کنید، به وضعیت معلمان و فرهنگیامون نگاه کنید، سالیان هست پیگیر مطالباتشون هستن، از رتبه بندی بگیر تا وضعیت حقوقشون. میبینید که هر روز بازنشستگان فرهنگی به دلیل همین مطالباتشون یا حداقل حقوقشون اعتراض میکنن، کف خیابون هستن.
همین دیروز اخبارش بود، معلمان طبق اون فراخوانی که از قبل داده شده بود در شهرهای مختلف اعتراضات سراسری داشتن، اونا خواهان همسانسازی و رتبه بندی و آزادی معلمان زندانی بودن که به خاطر پیگیری مطالباتشون زندانی شدن. متاسفانه باید گفت با این روندی که الان هست و با خصوصی سازی آموزش پرورش، وضعیت برای دهک‌های پایین متاسفانه بدتر از این هم خواهد شد در آینده. بله، خب ایمان، به عنوان سوال آخر میخواستم ازت بپرسم که پشت پرده این خصوصی سازی، چون یه جام اشاره کردی که حتی خود این ارگان‌های رژیم هم نوشتن که به صلاح دستای پنهانی است، پشت پرده این چه کسانی هستن؟ بله، بگذار یه نکته رو بگم. این مؤسسات آموزشی و مدارسی که واقعا تحت نام مسخره غیر انتفاعی الان هستن، اینو در واقع کارشون انتفاع‌دهی، انتفاع‌آوری به معنای واقعی کلمه برای صاحبانشون، یعنی سوداوری برای اونایی که به اصطلاح امتیازشو گرفتن، یا منم که البته فکر کنم دست همین آقازاده‌های حکومتی هم باشه. بله احسن، دقیقاً همینه که شما میگید. الان براتون خدمتتون بیشتر توضیح میدم. نکته قابل توجه اینه که این نوع مدارس همونطور که الان شما گفتید در حال حاضر تماما در اختیار اون سران و نزدیکان حکومت قرار دارن، به طوری که توی همین جنگ‌های باندیشون روزنامه فرهیختگان که متعلق است به علی اکبر ولایتی، علی اکبر ولایتی که مشخصه چه کسی است، خودش هم از صاحبان همین مدارس غیر انتفاعی و بعد دانشگاه آزاده، این روزنامه فاش کرده، البته در همون جنگ‌های باندیشون، که عمده مدارس غیر انتفاعی کشور در اختیار افراد مشخصی مثل محمد خاتمی، امامی کاشانی، کربازچیان، به اسامی دقت کنید لطفاً، مهدوی کنی، حداد عادل، خانواده باهنر، محسن هاشمی، الیاس قلمچی و بسیار دیگه از همین مقامات ارشد این حکومت که صاحبان این مدارس غیر انتفاعی هستن. و از همینجا میشه فهمید که دمیدن توی این شیپور خصوصی سازی مدارس با چه نقطه آغازی داره صورت میگیره، از سوی چه افرادی هست و چه مقامات حکومتی در همین نظام ولایت فقیه دارن این کار رو انجام میدن. از طرف دیگه در حالی که بودجه آموزش پرورش دولتی در کشور بخش بسیار کوچیکی از اون بودجه عمومی کشور رو شامل میشه، اما همین بودجه کم هم نیز در سال با یک کسری 25 تا 30 درصدی مواجه هست و بنابر اعتراف سحرخیز که گفتیم معاون آموزش سابق آموزش پرورش بوده، در 40 سال گذشته، یعنی در تمام طول حاکمیت این رژیم، بودجه آموزش و پرورش عملیاتی و واقعی نشده. همین نفر سرخیز میگه که بیش از 30% از هزینه های آموزش و پرورش در سالهای اخیر در مدارس دولتی از جیب مردم پرداخت میشه و میبینیم که آخوندهای حاکم چه وضعیت دردناکی رو برای مردم و معلمان کشورمون رقم زدن و باید هرچه بیشتر صدای اعتراض و قیام رو علیه این رژیم هرچه بیشتر و گسترده تر کرد. بله، خیلی ممنون ایمان از وقتی که گذاشتی و امروز همراه ما بودی. خواهش میکنم، از شما خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادی. خدا نگهدار.